امروز یک تلفنی به من شد که میخوام با شما شیر کنم، وایسمیل گذاشتم. قبلش طرف زنگ زد و من ریسپشن خوبی نداشتم و به همین دلیل وقتی که همون موقع که ریسپشن نداشتم دوباره زنگ زدن و این پیغام بسیار بسیار، خودتون قضاوت کنین، گوش کنین. You have one saved voice message. First saved voice message sent today, Saturday, January 27th at 2:30 p.m. Duration 1 minute 3 seconds. آج اسلامی شمس و آنجای تنصف جیم ما پندر کنیم که شما هم از طرف دران متاسفانه جمهوری اسلامی هستید و ظاهران حیف شما قطعه این کشور خوردین نونو نمش این کشور میخورین و به این کشور هم داریم خیمت میکنیم. جوان های ما به دست دست اعدام میکنون و میکشن و شما از جمهوری اسلامی و مالی کسی که شد دوستانی که دفتر جمهوری اسم سال محسن یگانه و رضا صادق سال این کسافت رو دفتری میکنی جای واقعا دست شما بابا فکر میکنیم گروه تلویزیونی که شما جز به افراد متحد به وطنتون هستی نه به جمهوری اسلامی. اگر هم چیزی باشه واقعا ننگه ننگه. طرف صحبت من به شبه آدمیه که این پیغام رو گذاشته، به کسی بر نخوره اگر کلامی از دهن من میاد بیرون، به خاطر اینی که میگن جواب ابلهان خاموشیست. من با این حرف موافقم و نباید چیزی بگم، ولی بعضی وقتا بعضی ابلهان رو باید بهشون یادآوری کنین که گوه زیادی نخورن. این آقای فکر کنم ایشون آقا بود یا اینکه یه خانمی که سیگار زیاد میکشه صداش مثل مردا کلوف شده و آقا خانم هر کسی که هستی کلن شبه آدمی که این پیغام رو برای من گذاشتین و این وصله رو به من چسبوندین، این اتهام رو به من زدین، باید به عرضتون برسونم که شما چیزی بیش از یک کورتاژ ناتمام نیستید. شما بر طبق چه شواهد و چه مدارکی این حرف رو زدین، این شعر رو به راه رو گفتین، این زر رو زدین، این کرسی شعرها رو گفتین؟ مگه من به شما چه کردم غیر از این که ممکنه شما یکی از یوتیوب کلیپ های من رو دیده باشین؟ از اونجایی که به نظر میاد کار ماها کلن قضاوت بدون دلیله، شما گوه زیادی خوردید، شبروبر زیادی گفتید که این حرف رو به من زدید. شما اگر دستتون تو جیبتون میرفت و بلند میشدین، یک بارم که شده برنامه من رو میومدین حمایت میکردین و لایو میدیدین، میدیدین که اون وصله و پینه هایی که به من چسبوندین، اون اتهاماتی که به من زدین اصلا حقیقت نداره. منتها یه جورایی هم میفهمم که چرا نتونستین افورد کنین، شاید به اندازه کافی در ماه مقرره ویلفر نمیگیرین، پول به تئاتر و استندآپ کمدی نمیرسه. بله جواب های هویه. شما چرا گفتم کورتاژ ناتمام هستین؟ چون به نظر میاد که شما رشد فیزیکی کردین ولی یه قسمتهایی از بدنتون رشد رو نداشته. در این شبه آدم هیکلی که بزرگ کردین، مغزتون انقدر گندیده و پوسیده است که بدون این که شناختی از من داشته باشید اراجیف فرمودید، زر مفت زدید، گوه زیادی خوردید و کرسی شعر پشت سر کرسی شعر گفتین. این کلمه هم هست کرسی شعر، نه اونی که شما فکر میکنین شنیدین. مطمئنم که اگر اون طرفی هستین که این پیغام رو برای من گذاشتین، شما اون طرفی شنیدین کلمه رو. یه چیزی الان به نظرم رسید، اگر یکی از دوستان منو داره شوخی میکنه و این پیغام رو گذاشته، مهم نیست. چون دوستان بعضی وقتا این کارو میکنن، ولی این به نظر میاد از صمیم قلب ابلهانه این کلام به دهان این شبه آدم آقا یا خانم اومده و اینا رو تحویل من دادن روی وایس میل.
شماره تلفن من که مشخصه، شما بهش زنگ زدید. شما موقعی که بار اول زنگ زدین شمارتون زده بود restricted، بار دوم که نگاه کردم دیدم voicemail دارم، رفتم و به شهادت این سکرینشاتی که میبینین شماره شما unknownه. ببینین شما چه آدم پوفیوزی هستین. پوفیوز که میدونی یعنی چی؟ پوفیوز اون صدای که یوز پلنگ در میاره ولی خایه نداره که بیاد جلو. دقیقا شما دوست عزیز بی خایه هستید، یه جورای خاجه هستید. شاید اگه تصمیم گرفتن ادامه سریال سلطان صاحب قران رو در این عصر و در این زمانه درست کنن، نقش اول ملیجک رو بدن به شما جناب آقای بی خایه. شما وقتی که مغزتون رشد و نمو طبیعیشو نداشته از این گوهای زیادی میخورین. وقتی که گوشتون کره و نشنیدین برنامه من رو و چشمتون کوره و برنامه من را شخصا ندیدین، از این زرای مفت میزنین. بیشتر از این نمیتونم وقت بقیه رو بگیرم، فقط و فقط میخوام بگم دلم میسوزه برای یک نمیسوزه میخوام بگم افسوس که خیلی ها معنی آزادی و دموکراسی رو نفهمیدن و فکر میکنن چون اومدن در خارج از کشور هر زر مفتی که میخوان میتونن بزنن. منم تنها دلیل این که جواب های رو بای هوی دادم این طبیعت من نیست، ولی یک روز میاد که جواب ابلهان خاموشیست جوابگوی این ابله نیست. باید به ابله نشون بدی که چقدر ابلهه که امیدوار باشی خودش رو بتونه درست کنه. بقیه دوستانی که این سخنان منو شنیدین از شما معذرت میخوام. امیدوارم که اون آقا یا خانم یا شبه آدمی که این پیغام رو گذاشته حتما این کلیپ رو نگاه کنه. دلم میخواد خودم شخصا تماس بگیرم اگر پدر مادر ایشون در قید حیات هستن و ازشون بپرسم چرا این کورتاژ رو تموم نکردین که همچین شبه آدمی بخواد در این دور زمانه تلفن رو برداره و اراجیفی تحویل میگیم تقریبا هنرمند که من باشم بده. آخه درسته؟ نه.